مسلمانیم، باید مسلمانوار زندگی کنیم. ما سوی زن با همدیگر نداشته باشیم. باشندگان بلسواری کولنگ نمبر یک ولایت بامیان از کارکردهای مؤسسه WFP در توزیع کمک‌های غذایی تقدیر کرده و از مؤسسات خارجی خواستند به خاطر توزیع کمک مردم را تأخیر و توهین نکنند و کمک‌ها را به صورت عادلانه به مستحقین آن برسانند. نماینده مردم کولنگ ولایت بامیان همچنان اضافه کردند که مسئولان امارت باید با مردم بامیان تعامل کنند. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. 3 مارچ و 12 حدود 1400 هجری شمسی است. امروز مردم ولسوالی کولنگ نمبر یک از کارکرد موسسه WFP در ولایت بامیان تقدیر کرده. باشندگان ولایت بامیان میگویند که چندین نهاد خیریه جهانی در بامیان فعالیت میکنند، اما اکثر آنان کمک هایشان را یا سلیقه‌ای توزیع کردند و یا کمک هایشان را حتی به ولایت های دیگر منتقل کردند ولی به نام بامیان توزیع کرده است. آنان اما از توزیع کمک‌های WFP نسبتاً راضی هستند و امروز از این مؤسسه هم تقدیر کردند و با گردهمایی در یک از هتل‌های بامیان از کارکردهای این مؤسسه تقدیر کرده و از دیگر مؤسسات نیز خواستند که در توزیع کمک‌ها یک اندازه دقت به خرج داده و مردم را توهین و تحقیر نکنند. نماینده این مردم آقای شیخ جعفری در این برنامه سخنرانی کرده و همچنان از مسئولان گروه تا خواستند که با مردم بامیان تعامل داشته باشد. آقای جعفری میگوید که مردم بامیان آدمای شرور نیستند و دنبال زندگی خود هستند، اما از اماراتی ها میخواهند که با مردم تعامل کنند و بدی با مردم نکنند و کسانی که با مردم بدی میکنند باید جلویشان گرفته شوند. او میگوید مسئولان حکومتی باید در قبال مردم و مشکلات مردم پاسخگو باشند. مسلمانیم، باید مسلمانوار زندگی کنیم. ما سوی زن با همدیگر نداشته باشیم. به این لحاظ باید مؤسسات محترم پاسخگو باشد. اما رقمی که جناب آقای سرحدی والی ولایت بامیان وقتی که در بامیان آمده، خب مؤسسات پاسخگو شده، ما تقدیر میکنیم. به این لحاظ خب عملکرد دیگه روش کاری که از طریق شوراها کار میکنند، بعضی مسئولات می رود بر خانه های مردم. چرا امروز مردم از مسئولیتی جانی خصوصیشان نگرانه؟ برای اینکه بعضی مسئولات می رود خانه های مردم تو کلیدیولی که دارد 20 مرتبه اونا رو پالو می دهند. به نیاز خدا اگر شما کمک می کنید، تعهد وجدانی داریم، با رئیس شورا برین در میان بگذاریم، اما خدا و دنیا و آخرتش. اما حکم امیر دارد وقتی که یک رئیس شورا به منزلت فامیل هست و اعضای شوراش، اونو احوال همه را خبر دارد، از بی سرپرست را، از فقیر را، از بیچاره را، از بینوا را، از معیوب را، از همه اینها را وقتی خبر دارد. شما اینقدر با یک کمک تقاضا میکنیم که عزت مردم را همانند گفته های مقام ولایت زیر سوال نبرید. ما مسلمان هستیم، تکیگاه ما اما ذات پروردگار هست. خب روی این لحاظ هم ما تمام مؤسسات را یک ارزیابی داریم. به ایمان یک جامعه، یک شهروند آگاه، یه حقی ما هست از عملکرد هر کس امیدواریم که ما از عملکرد خود ما فردا در دنیا در قیامت پاسخگو هستیم. عملکرد همسایه و کارکرد بیرونی را هم اهمیت داریم. در قسمت اهمیت ما مردمی بامیان در حکومت قبل از امارت ما مردمی بودیم که هیچ گونه اختشاش نداشتیم. والی ما هم از بیرون از بامیان بود، قمندان امنیه ما از بیرون از بامیان بود، نقطه‌های کلیدی به دست بیرون. ما نه زرع مواد مخدر داشتیم، نه جبهه مستقیم. یک آدرس پیدا کنیم که ما با امارت بامیان ها یک نقطه اختلافی داشتیم، جبهه با امارت داشته باشیم در مقابلش که برادر ما نداریم، افتخار داریم. وقتی که ما بغاوتگر نباشیم، وقتی که ما مدنی باشیم، وقتی که ما تمام کارهای سیاسی را ارزشی در نظر بگیریم، امروز تعامل باید امارت اسلامی با جامعه بامیان کند. به این معنا ما اونقدر تعامل پذیریم، اونقدر تعامل داریم، اونقدر آگاهی داریم که جنگ در ذات خود هست.